در سر زمان داستان باستان قومی غیر قومی زیست می ورزیدند به نام قوم پسمانداریان. پسمانداریان نخستین انسان ها که اولیهی بودند که کاغذ و درخت اختراع بودند. پشت به حرف زدن کرده و رو به نوشتن آوردند. تو جنگل که هر روز واسه اون می نویسم و بیداره. پسماندار اولیه که پسمان شاه نام داشت تصمیم گرفت به وسیله نوشتن عشق خود را به پسماندار ثانویه ابراج بود. دارم بیام یواش یواش بشم فاد عروس ددم بیشی. اما نتیجه این عشق نافرجام منجر به تولید یک برگ پسمانده کاغذی شد. پسمان شاه این پسمان را گرامی داشت و از اینجا این دودمان پسمانداریان نام گرفت. پسمان شاه همچنین دریافت پسماند کاغذی قابلیت بازیافت دارد. از دست عجوز و مجوز و ساهر و ساهره به حق این کاخص ساندویچه کلباکس مهر پشمان جان براحت به دله پشمان خونده. در دوران پشمانداریان زنان پشمانی که با محدودیت های اجتماعی و سیاسی روبرو بودند شیوه های نوینی را در ارتباط با فرد مورد نظر خود ابداع کردند. اما در سرزمین اکنونیان در هر قضیه عشقی منجر به ازدواج حداقل یک درخت 70 ساله به کاغذ مورد نیاز کارت دعوت یک عروسی تبدیل شود. اینجایی که این اتفاق ضربه ای در داور به طبیعت وارد می آورد بر اساس قانون 8 نیوتن اثرات این ضربه به سمت خود انسان برگشته و بیشترین فشار ممکنه را به او وارد می آورد. از آقا جم مهمونت رو با امکانات مجازی دعوت کنید تا به اون نقطه حساس طبیعت فشار نیاد دیگه.